اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. سوره مبارکه فاطر آیه 6 و 7. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. یه تیکه از این دوتا آیه که تلاوت شد این هستش که إن الشيطان لكم عدو، به درستی که شیطان برای شما دشمنه. فاتخذوه عدوا، شما هم معامله دشمن باهاش بکنید. این مطلب است، یعنی به این قیافه هم تو قرآن همین یه جاست و مهمه خیلی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یعنی شما دشمنی باش بکنید. باز در نقل دیگر دیدم که خداوند فرموده به انبیا که تا جنازه شیطان رو با چشماتون ندیدید از مکرش در امان نباشید. خیال نکنید او فراموش کرده رفته و کاری نداره، او فول تایم مشغوله که تو رو ببره جهنم. تا زنده است کارش همینه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه، او یارگیری میکنه که چه کنیم که دکون من اصحاب سعیر بتونه جهنمی بکنه. این همه مطلبش رخ داده دیگه. حالا خداوند در خلقت آدم به ملائکه فرمود بیا سجده کنیم، این جسدی که من درش روح وارد میکنم. ابلیس سجده نکرد و این بساط را افتاده که فعلان هم ادامه داره. دانشمنداتون دو دسته شدن، یه دسته مثل شیخ طوسی رحمت الله علیه معتقده که ابلیس فرشته هستش، تمرد کرده. فرشته ها زن و مرد ندارند، اکل و شرب هم ندارن. الان ایشون اومده آب بگیره، ایشون چون فرشته نیست، اگه فرشته بود آب نمیخورد. فرشته ها اکل و شرب ندارن، زن و مرد هم ندارن. جن ها چرا؟ جن ها زن و مرد دارن، اونا تو سیستم خودشون اکل و شرب هم دارن. فرشته پس چی هست؟ چه میتونه بکنه؟ مثلا خلاف بخواد بکنه تمرد میکنه. تمرد تمرد کسی دمی در واسده میگه در رو ببند، میگه نمیبند. تمرد شما بدونید که ماها، ما همه انسانها در حجم بسیار بالایی از سرکشی همون تمرده، فرمان نمیبریم. ولی یه مقدار معاصی تو عقل شد هست، مال حرام خوردن شد. یه مقدار معصیت هم توی زن و مردی هست، ولی معصیت ها تمرد اکثرش، اطاعت نکردن. حالا این فتاوی که تو رساله ها هستش واجبات رو نمیره یاد بگیر، بلد باشه عمل نمی کنی، تمرد اسمش. منکرات رو انجام میده، تمرد یعنی اینو برم یه تمرد است، بناس نکنه میکنه. ملائکه تمرد میتونن فرمان رو ندارن به تخلف کنن، درست اکل و شرب نیستن و مردی نیست، اونها یه بخشی از معصیت هست. شیخ توسل شخصیت با عظمتیست، خوب نظرش اینه که ابلیس
فرشته هست متمرد شده. صاحب مجموع بیان که ایشون هم عظمت بالایی داره به نتیجه رسیده که ابلیس جنه، جن بوده، تمرد کرده، آدم سجده نکرده و حالا در افتاده با ما. حالا خیلی تفاوتی هم نداره برای ما، بالاخره این مشغول کارش هستش. قرآن کریم سوره کهف به صراحت می‌فرماد کان من الجن، ابلیس. من هم تو باز کرده آمدش نشد. صفحه 299 و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن، از جن بوده بازگی. تو حالا ولی تو نهج البلاغه یه جمله هست که اونجا فرشته گفته شده، می‌فرماد ما کان الله سبحانه یدخل الجنت البشرا به امر اخرج بهی منها ملکا. خدا نمیاد بعد از اینکه ملکی رو از جهنم بیرون، از بهش بیرون کرده، بشر رو رابده این تمرد کنید راتون نمیده. اونجا ملک گفته حالا چون میگه کان من الجن، این جمله پشتش هم بیخورده میکشونه به این سمت که ابلیس جن باشه. میفرماد افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، شما میایید ابلیس رو با ذریهش، ذریهش یعنی اولاداش، ملائکه زاد و ولد ندارند، نر و ماده ندارند اصلا، جن ها چرا نازاد و ولد؟ این ذریه به اکیپ جن بیشتر میخوره. حالا چی جنسی؟ فعلا تا حالا رو جن واسدیم تا ببینیم اگه عوض نشه، چون 9 تا دلیل آورده بودن برای اینکه این فرشته است، 11 تا برای اینکه جن، تو مجموع بیان نسبت جن نشه خورده میکردی. حالا جمعت ابلیس، ابلیس سجده نکرده. جن ها جوری هستن که عمرهای طولانی دارن. من اینکه چند باری شنیدم فکر نمی کردم به جای بند باشه، باز تو باز شنیدم، برای خدا میدونه، چون شنیده بودم که تو جنها ظلمی نداریم. گفتن علتش اینه که جنهایی که تو قدیل خون بودن هنوز زنده هم و خبر میدن بهشون، ظلمی نشونه شون. چند بار دیگه هم شنیدم افتی که از یه جدی، حالا باید بازم ببینم کسی وارده اینا رو بپرسن، عمراشون طولانی هم ولی عمر طولانی دارن. و حالا سری و سیر از حرکت چید، حالا جنها سیستم های خودشون رو دارن. ابلیس سجده نکرده، به یه دشمنی با این آدم درست شده براش که این چون باسبانی شد که ما سجده نکردیم بیرون کنن دشمن شد. اینجا الان جلوی من باز سوره کهفه، یه سوره قبلترش که همین بحث مطرح میشه، اونجا سوره الاسراء، اونجا ابلیس خیلی گرد و خاک کرده، اونجا گفته خدا سجده کن سجده نکرده، اولتیماتوم خیلی داده، گفته علم میکنم علم میکنم، از خدا مهلت خواسته که ببین آیاتش اینه. میفرما در آیه 60 سوره الاسراء صفحه 288 وقتی ملائکه رو گفتیم سجده کن سجده نکردن، الا ابلیس، ابلیس سجده نکرده، به خدا گفته اسجد لمن خلقت طینا، من بیام به یه مخلوقی که از آب و خاک درست کردی سجده کنیم. بعدم به خدا گفته ارایتک هذا الذی کرمت علی، اینی که حالا از من مهمتر حسابش کردی، لئن اخرتن الى یوم القیامه، اگه تا قیامت منو عمر بدی، لأحتنکن ذریته، تمام بچه‌هاش ابی خوبون میکنم، یعنی بیدین میکنم. یادش افتاد اون وقت که تو آسمان ها بود و هنوز اینجور نشده بود، بر ساق عرش 14 تا نور دید، از خدا پرسید کیان که 14 معصوم، خدا گفت اونا هستن. اینا کیا هستن؟ گفت مخلوقی خلق میکنم، آدم و این از اولادای اونا، اینا طرفت عین منو نافرمانی نمی کنن. یادش اومد بسید تو این آدم ها که ما داریم دوبر می داریم اون 14 تا رو خدا گفت چشم هم زدن اینا فرمان گفت الا قلیلا،
اونا رو استثناء کرده، خیر نگه برای ما در خود میکنه. اون چه آدم معصوم اگه دیده بود و از خدا شنیده بود که اینا طرف تعیین نافرمانی نمی کنن، دید خب حالا اونو بگه، باز بگه راست میگم. یعنی حتی وقتی دستور سجده داده شد به آدم که روح درش دمیدیم همه سجده کنید، به ملائکه همه اونجا آسمان ها دستور آمد، همه اومدن سجده کردن. حتی تو نقله هامون داریم که حمله عرش، هشت تا فرشتن عرش رو به خدا تحویل دادن، اومدن سجده کردن، رفتن عرش رو تحویل گرفتن. ملائکه همشون سجده کردن، همشون، حتی جبرئیل هم سجده. این ابلیس سجده نکرده. اینجا در سوره صاد خدا بهش میفرماد که یا ابلیس، آیه 75، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چی باعث شد تو به مخلوقی که من با همه قدرتم خلقش کردم سجده نکنی؟ ها اینجا تو دعوای نرخی هم طی شد. خدا میگم خلق، در خلق ما انسان ها همه قدرتم بیدی، یعنی دو دستم. خدا دست نداره، ید یعنی قدرت، اما اینجا میگه دو دستم. استباحاً یعنی همه قدرت. میگن آمار یه دستی نگیر، یعنی دو دستی بگیر، یعنی برو ما حساب. معلومه تو این خلقت انسان خداوند خیلی خدایی به کار برد. از تکبرت، این همزه استفهام داره، آیا خودتو بزرگ حساب کردی؟ ام کنت من العالین، یا از عالی مقاما بودی؟ میگن عالی مقاما کدومه؟ کیا بودن؟ کیا بودن که عالی مقام بودن و مأمور به سجده نبودن؟ یه همون چهارده تا نور بود. گفته تو که از اونا که نبودی، چرا نیومدی سجده کنی؟ ببینید این عالی اوناست. بعد میگه انا خیرون، میگه یا حرفای شروع برمیزنم، متاسفانه تکبر، منم منم. این بدبختی هایی که حالا الان هم گرفتار. جناب زکریا، شیطان قبل انبیا گاهی می آمدش به صورتی که میشناسندش، به صورت انسان، و با هم حرف می دونستن. هم ابلیسه، ابلیس اصلی، خود ابلیسه. حالا اونجوری بوده، یه دفعه حضرت زکریا خیلی نصیحتش کرد که آخه این عذاب ابد و جهنم و این همه جرم و تو برای چی اینو برای خودت چی کردی؟ قانعش کرد که من از خدا بخوام اگه یه راهی قرار بده توبه کن. گفت باش ببین خدا چی. حضرت زکریا مناجات کرد. خدا فرمود زکریا من بهش گفتم به جسد آدم بره سجده کنه، نکرد. الان بره به قبر آدم سجده کنه، من قبول دارم. خیلی خوشحال شد زکریا. فردا اومدش گفت درست شد، درست شد. مژده اینا گفت بره، گفت برو به قبر آدم سجده کن، خدا قبول میکنه. گفت برو عمو، خدا ننده بیامرزه، من به جسد سجده نکردم که روی همین فرشته من سجده بکن نیستم، اگه همون جوری میبخشه ببخشه، اگه نمو سجده کن. ببینید تکبر دستم. پیغمبر اسلام نصیحتش کرد، یه دیگه جدی تصمیم گرفت برسه به قبر سجده کنه. یه نفر از صحابه رفت تو راه پشمونش کرد، گمراهش کرد. خوبش برگردیم ببین نکرده دیگه. این آخرش، این شیطان حالا نحوه تسلطش چجوریه؟ یه همه که شما نشستید و از تو قلب با تو حرف میزن رو وصف صفی شده او رو نیاز. امیرالمومنین فرمودن که ما من مؤمنه الا و له فی قلبه اذنان. هر مؤمنی تو قلبش دو تا گیرنده داره، دو تا گوش داره. اذنان ینفش فی هل وسواس الخناس، ای که گوشاش ابلیس باشه حرف میزن. حتی با پیغمبر اسلام ما شوخی نداریم، با همه با ما میشیم. و اذنان ینفش فی هل ملک، از یک گیرنده فرشته باش حرف میزنه. فیؤید الله المؤمن بالملک، اونجا سوره مجادله که خدا میفرماد ایدهم به روح المل، اون همونه با فرشته از اونی که گیرنده مؤمن رو تاییدش میکنه. یه ابلیس هستش، با آماده باشید، او کار خودشو میکنه، او حرفشو میزنه، امیدش هم قطع نیست، دائما هم مشغول هستش.
شما صرف بگیری او شل میده که ارتباط قطع نشه، شما شل بدی او میکشه که ارتباط، ارتباط نه، کار مشغوله، تو دیگه بعد خود کار که به اینجا کشید، یه حرف اینجا تو سوره ال اسراء رد و بدل شده بین خدا و همین ابلیس، اون که خود اون در انسانی دلگرمی پیدا میکنه. ابلیس وقتی که گفت من علم میکنم ول میکنم، خدا فرمود برو اذهب، فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، هر که دنبال تو بیاد منم جهنمو دارم خورند تو و پیروات، و استفزز من استطعت منهم بصوتك و اجلب عليهم بخيلك و رجلك و شارکهم فی الاموال و الاولاد و ادهم، برو برو با صداد اونا رو جلب کن، با پیاده نظام و سوار نظامت بتاز، برو تو مالاشون شریک شو، برو تو اولاداشون شریک شو، برو وعده بهشون بده. بعد خدا میفرماد و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، و وعده هاشم اش گول زدن. آیه که گفتم اینه، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تا من و شما دستمون از دست خدا نکشیم بیرون، یه پشت پام به خدا نزنیم، ابلیس به ما کاری نمیتونه بکنه. کسی بخواد منو بندگی کنه تو هیچ تسلطی بشه آکار بیخ پیدا کرد، خودمون میخواییم اون میاد. ابلیس مثل این آژانسی محل تو زری نظری نمید، مثل قضا فروشیست تو باید بخوای، اون نمیتونه بیاد. ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان، وقتی تو نمیخوای بندگی بکنی من نمیخوام میادش. بلعم باورا که در سوره اعراف خدا معرفی کرده که این بر علیه یوشع ابن نون وصی حضرت موسی با اون شاه ستمگر زمان همکاری کرده، جناب یوشع ابن نون وصی حضرت موسی بود، باش جنگ میکردن، اون طرف مقابلش این یه عالم بنی اسرائیلی بودش، بعدن با اورا با پول و تطمیع و اینا اینو خرید، با وعده حکومت و من بخشدار میکنم شهردار میکنم چیچی و پول، بیا ما رو کمک کن چجوری ما یوشع بن ببریم، میخواست از فکرش استفاده کنه. متاسفانه گول خورد دیگه، گول خورد که نباید بره دیگه، بشر خوبیش بگیم. شما تا آخرین لحظه که زنده هم میتونی بندگی کنی هم میتونی نکنی، اگه این ازت گرفته بشه که امتحان خراب میشه. این از اون است که از اونوری شده شد. قرآن میفرماد خود ساعت دین و ایمان کشید بیرون، اخلد الالعرض، به پولا دل خوش کرد، به حکومت باطل بروش قول داد همکاری کن. خدا من کمکم میکنه، اتمام حجتم میکنه، نه به او، به همه ما میکنه. یه اولاقش رو سوار شد بره که اونا راه نمایی کنه، برای باهاشون همکاری کنه، اولاقه نمیره. اولاقه از این سمت که میکرد که اون راه نبود میرفت، اون راه نمیرفت. فهمید که اولاقه چرا نمیره، عصبانی شد به زدن. اولاقه حرف زد باش به قدرت خدا که بله این کار من جهنم گوش داره بشن اقید خیلی سر میشه، بدگی میشه، خیلی بد میشه، با چشم باز میره جمع خرر زد کشتش رفت کمک یه خدا چیکار کنه، خب نمیخواد چی بکنه. اومد قرآن کریم از وضع بلعم خبر داده، نوشته این وقتی خاص بره همکاری کنه، خاص بره، حالا شیطان رفت به سمتش. ببینید تا حالا که جرأت نمید دیگه، نمیخواد خدا رو بندگی کنه، حالا میره. حالا آیاتش رو شما ببینید، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهَا آيَاتِنَا، این دانشمند بود، علوم بنی اسرائیل، علوم تورات بلد بود، آیات اونو بهش داده بود. برای آیه 175 سوره اعراف صفحه 173 173 صفحه دو تا آیه بعد از آیه 173. خب حالا اینو ببینید، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، پس وقتی انسلخ از آیات اول دست کشید، پس شیطان اومد افتاد دنبالش.
شیطان موفق نیست رو ما، مگه ما بخوایم. بله بخوایم خوب میاد همکاری فکان من القاب. چرا خدا نجاتش نداد؟ خدا میفرماد من اجباراً نه کسی رو تو راه میارم، اجباراً کسی رو من راه نمیکنم، خودش بد بکنه. ولو شئنا لرفعناه بها. بله اگه میخواستم خدایی کنم و قدرت به قرض بدم و نذارم بره خوب میکردم. تو قرآن هم به پیغمبر رو میفرماد میکنه فهم تو چقدر جوش و خروش میخوری مردم دین بیارن، من اگه اراده کنم همه میشن عین تو، تو فایده نداره، من خواستم یه اراده میکنم همه عین تو میشن، تا برسی شایی نمیارزه چون من خواستم، خودتون نخواستم. میمه اگه بخوام که میتونم. ولکنهو اخلد الالعرض، خودش زمین رو پسند کرد. رفتی زن بگیری میگه آیا نمیخوام اینو میخوام بگیری، اختیار با توست بلنده، خودش اخلد الالعرض. و طبع هوا، دنبال خواست نفسش رفت. میدونید هر لحظه هرچی تو دل ما میگذره باید توجه کنیم دستور شرع چیه، نه اینه که تو دل ما میگذره، اون هوا اسمش است. پوچی دستور میده، این تبعیت از هوا که رفت توش دیگه رفت خراب شد. ببینید یه همچین مسائلی رخ داده، ابلیس به این شده. امام زین العابدین به خدا التماس میکنه میگه خدایا این دشمن من که ولکن منم نیست، این خیلی دانشمنده. ابلیس از آدم صفت الله که گمراه کرده تمام انبیا رو دیده، با همه معنا بوده، همه چی بلده، دانشمند عظیمیه، خیلی هم بلده دیگه، کار کشته است. بعد امام زین العابدین میگه خدایا من تازه کارم، من آماتورم، من بچه‌ام، من نمیدونم، خود زود گول میخورم، بنده برم تو بازار گیری آدم هفت خط تا هفتاد خط بیفتم و او خیلی پخته است، گول میزنه، من تا بیام پخته بشم کجا؟ التماس میکنه که و من خدا بفرماد بله به من پناه بیار. فستعذ بالله من الشیطان الرجیم، به من پناه بیار. شما دیدید مثلا یه گربه چیزی بچه کوچولوی میترسه میره تو بغل مادرش، اینم پناه میگن پناه. هیچ وقت نمیشه انسان به یاد خدا بیفته و پناه ببره، دیگه ابلیس کاری ازش نمیاد. فستعذ بالله منش، اون وقتی کسی گناه میکنی که خدا رو کنار میزن میگه میخوام بکن، تازه کمک های خدا شروع میشه که نکن اینجوره اونجوره، سنگ اندازی هم میکنه خدا جلوش نمیکنه. یه عمر صد تصمیم بره بره کربلا، اصلا مثل حضرت موسی که خدا حرف میزنه باش، شعرهای خون که دلیل بود که میخواست بره، به همون شعرها فصلا آمد خلق صدا کرد، خدا جوابش داد که نره، گوش نکرد. اینه این بلعم با اورا که علاقه باش حرف زد. فهمیدم این از معجزات حسین ابن علی است. بشر اینقدر خیره سر و بد میشه ها، یعنی با چشم باز میره تو جهنم، با چشم بازم میره تو بهش. بشر این هور وقتی دستور گرفت که بره جلوی امام حسین رو بگیره، خیلی واضح شنید که دارن بشارت بهشت بهش میدن. آدم با انصافی بود، واسط گفتش که این غلطه که به من هر کی میگه جنگ با پسر پیغمبر توش بهش نیستش. ببینید خودش نمیخواد احمق کنه و تحمیق کنه، گفت نه این مردونگی چی خوبه، فهمیدگی. گفت نه این نمیدونست توبه میکنه، اونو نمیدونست، ولی باشه بهشت راست شد آقلش، گفت هر داریم سمت بهشت نیم، بله اومد توبه کرد. ببینید خودش هم صبح که میخواست چی بخونه، امام حسن علیه السلام ضربن زوربا معاویه صلح ازش بیرون کشید، یه بازی در آورد که ناچارش صلح بکنه. اینا فکر میکردن که امام حسن با یزید آخرش اینجوری میشه، این ناچار میشه با هم کنار بیان، مفاد صلحنامه یه بنوشته بشه. افتر مفاد این بود که یزید خلیفه باشه، چون اون که نمیخواست دست برداره. خود عمر صدام هم فکر میکرد اینا کلا حالا اگه آشتی میکنن ما بریم سراغ کار، دیدن نه دعوا داره میشه. دیگه خب دیگه عمر صد که رفت میشه کشید به سمت ابلیس. هر صبح روز عاشورا دستور جنگ صادر شد، دیگه باورش شد اینا جنگ میکنن، صلح نمیکنن.
وقتی با عمر رسد گفت چی کار میکنی؟ گفت جنگ میکنم. گفت برگشته بود میلرزید بدنش، پهلوان بزرگ عجیب، صدای استخونا اینجور لرزش داشت بیرون. بهش گفته بود هر به من بگن شجاع ترین فرد لشکر تو رو میگفتم. چرا جنگ قبل جنگ میزنن میترسی؟ گفت نه والله اخیر و بین الجنت و النار، الان باید تصمیم بگیرم یا جهنم یا بهشت. این ایمان ها چرا باورها رو خراب کرد؟ میدونست سمت یزید جهنمیه، اون برده برگشتی اومد هیچ کدوم اصلا هر فصل اون ولد زنا بود، همش هم شراب خود خودش اراده کرد. نه ببینید ماها عادت کردیم هی به دیگری میخوام گناه ها نسبت بدیم، فقط خودمون هستیم. اینا نیستش. پسر آدم قابیل لقمه حروم اصلا بود که بخوره؟ از همه شو حتی بود از حروم نمیشه. لقمه حروم مثل زناست، نباید انجام بدیم. خود فعل من در خرابکار میکنه، ولی این که اصلا نداریم چه کار. این تو بدن امام حسین بره قند و کلسیم، تو بدن شمرم بره همون قضاست مثل آب. این که کاری ازش نمیاد. من باید تصمیم بگیرم، من باید اراده کنم. بله نه این احمدی چیه، ما آدم های خوبی نیستیم میخوام گناه رو بندازیم گردن میکنیم او در بیم. درسته دیگه حرام گفت، حرام خورد. چرا آقا یک کسی که صبح شب زنا میکنه که آخر شب نماز شب نمیخونه که حرام میخورده، فعل حرامشو فعل اصلا حرمت فعل انسانه. این که ما میگویم این لقمه حرومه این غلط کلمش، قصب حرامه. تو جهنم خودمون میریم، لقمه نمیره، نطفه نمیره، من میرم تو جهنم. این هم از حرفای غلطیست که تو ذهنم اومده جا افتده. بله این ببینید یه همچین داستانه. این بلعم رفتش، ابلیس خدا میگه به من پناه بیار، فاستعذ بالله ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون، بندگی منو کسی بخواد بکنه تو هیچ سلطنتی نداری. قیامت مردم وقتی حکم جهنم صادر میشه دیگه من جهنم میخوام برم، دیگه بدترین حالت هاست. یکی از چیزایی که مستمسک میکنن ابلیسه، میرزن سر ابلیس میگن این باعث شدش ما گناه کردیم. شیطان چارپایه رو میذاره میره بالا. صفحه در قرآنتون 256 آیه 22 و قال الشیطان لما قضی الامر، یعنی وقتی فرمان صادر جهنم صادر میشه میگه چی میگوید تقصیر منه؟ ان الله وعدکم، وعده های خدا نیومد به گوش شما برسه؟ نوح گفت، ابراهیم گفت، محمد گفت، میگه اونا حرف نبود بیزدم رسید به گوشتون و وعده درستم اونا میدادن و وعدتکم فاخلفتکم، کدوم وعده من به شما دادم که درست باشه؟ ما کانلی علیکم من سلطان، من هیچ تسلطی به شما نداشتم. راست میگه هیچ کس نمیاد آلتی یکی رو بگیره زنا نه بد میگه من نه تسلط نه نمیخوام اون ازش شراب تو حلقه بکنه نمیتونه میگه بخور. خب محمد هم واسه پرد میگه نخور، چرا گوش برکنه میدیم به پیغمبر فرمانش نیومد برا ما؟ میگه این قرآن تو خونه نیست که میگه نخور، چرا اونو گوش میکنه؟ میگه خودتون گوش نکردید. بعد میفرماد فلا تلومونی، چطور شده امروز به من ملامت میکنه؟ لومو انفسکم، من هم مثل شما، من هم تکبر کردم نافرمانی کردم، شما تکبر که به خدا نبردی. ما انا به مصرخ کم، نه امروز من به داد شما میتونم برسم و ما انتون به مصرخی، شما هم نمیتونید به داد من برسید. بعد یه برگ برنده شیطان داره نسبت به ما میگه انی کفرتو به ما اشرکتون، من خاک بر سرام، اینی که من میگفتم شریک خدا بگیرید خودم قبول نداشتم و تو احمق قبول کردی. یعنی تو اینقدر خر بودی که من از تو فهمیده تر بودم، من خودم میگذارم غلطه، تو نادون قبول کردی، من خودم کافر بودم به این شرک شما. ببینید این داره دفاع میکنه از اون که حرفا چیه، خود محاصل نکن. بله خود انسان به بهش میره. این آیه که خدا در گفتن به فتخذوه و عدوا، دشمنی بگیردش. امام زین العابدین فرمود که دو وقت ابلیس خیلی تسلط پیدا میکنه به انسان، مواظب باشید. یکی تو شدت شهوت جنسی خیلی تسلط پیدا میکنه، یکی هم تو شدت غضب. اگر کسی این دو جا اطاعت خدا بکنه کارش درست، خودتون امتحان کنید. تو شدت شهوت جنسی تخلف نمیکنه، خیلی آدم خوبه. تو غضب هم تخلف نمیکنه،
ابلیس اینجا بیشترین قدرت رو داره رو ما. وقتی نتونه دیگه جاهای دیگه ضعیفه. ببینید هم میگن مواظب باشید، به خدا پناه ببرید. الان ببینید یه قول اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. یه دونه سوره قرآنتون دربس شده مجموعا، یه دونه سوره بالایش مال بقیه است. قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر قاصر نداقا و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد. خانه این روایت هم گوش کنید امشب، یه شما مگه چه گناهی کرده؟ امام ششم فرمودن مؤمن 4 تا دشمن داره، کفار باش دشمنن و دائما میخوان بکشندش، منافق باش دشمنه و کینه داره ازش، ابلیس باش دشمنه. یه دشمن دیگه داره، این فرمان از همه اون ستا بدتره، ناراحتیش بیشتره. مؤمن دیگری باش دشمن حسوده در حقش، فرمان این خیلی سر نمیزن و ضررش هم زیاد. و تو خودمونم داره این حسادت خیلی، و من شر را حاسدم، این که خدا اسبرده خیلی حسادت هایی که به هم خیلی صدمه می‌خوره. فرمود گرفتاری مؤمن در بخش حسادت شر حاسد حتی از اون ستا بیشتره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد یا رب صل علیه و آلی. اللهم صل علی محمد یا رب صل عليه وآله.